با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، وقت شما کاربران عزیز سایت میهن لرن به خیر. به قسمت نهم از مجموع آموزش لاراول خیلی خوش آمدید. امیدواریم که تا اینجا از این مجموعه لذت کافی رو برده باشید و رضایت لازم رو داشته باشید. از اینجا به بعد هم ما با یه سری مباحثی در خدمتون خواهیم بود که مثل مباحث اولیه پرکاربرد باشن و خدمتتون عرض کنم که مباحثی که نه زیاد ما بخوایم اونا رو پیچیده و طولانی کنیم و همین که بسیار براتون کاربردی باشن. خب بحثی که توی این قسمت میخوام با شما کار کنم در خصوص نحوه آپلود فایل هستش که شما در آینده فرضاً یک صفحه رو درست کردید به عنوان مثلا ثبت نام کاربر. حالا توی این صفحه قراره که از کاربر یک فایلی رو بگیرید یا مثلا عکس پروفایلش رو دریافت کنید. این رو به چه شکل شما باید فایل رو از فرم بگیرید و اون رو منتقل کنید به فضای سرورتون. خب این بحث هم مثل سایر مباحث توی لاراول خیلی بحث سختی نیست. در واقع لاراول خیلی کار ما رو توی این زمینه هم راحت کرده. خب بریم سراغ این که ببینیم چطور ما میتونیم یه فرم آپلود داشته باشیم. خب بریم سراغ نرم افزار PHP Storm. طبق معمول توی همین قسمت روتمون باید بریم ابتدا که بیایم به حساب آدرس هامون رو تعریف کنیم. خب روت توی لاراول ورژن 5.4 توی پوشه روت و وب هستش که اینا رو خدمتون توی قسمت‌های قبلی گفتیم و صرفاً الان جهت مرور دانستای قبلی هستش. خب اینجا ما آدرسمون رو می‌سازیم، یکی که طبیعتاً روت گت هستش. خب می‌زنیم آپلود آدرسش رو. گت برای نمایش بود و پست هم برای زمانی که ما می‌خوام یک داده‌ای رو به سمت سرور بفرستیم. چون اینجا ما هم میخواییم یه فرم رو نمایش بدیم و همین که اطلاعات همون فرم رو میخواییم ذخیره کنیم، پس باید از هر دوتا هم گت و هم پست استفاده کنیم. خب اینجا حالا ما این متدش رو میزنیم آپلود، کنترل دی رو میزنم که یکی دیگه ایجاد بشه. فرد اینجا رو من میام تغییر میدم به پست. خب اینجا هم آپلود، حالا اینو میزنم پست. خب حالا باید بریم یک ویو بسازیم. توی این ویو قراره که ما این ویو خب میتونست مثلا شاید اوایل کار باشه که ما بخوایم فرم ثبت نام رو ایجاد کنیم، یک فیلد مثلا عکس پروفایل کاربر رو اضافه کنیم، ولی الان چون که در این قسمت از آموزش هستیم ما فقط میخوایم که یک فیلدی رو داشته باشیم برای دریافت تصاویر. خب میایم اینجا داخل ویو هامون و یک فایل ایجاد میکنیم به نام upload.blade.php. خب این فایل خام رو ایجاد کردیم. حالا قراره که ما به واسطه این به حساب صفحه یک فایلی رو بفرستیم به سمت سرور. خب برای این کار باید کدهای این صفحه رو ما بنویسیم. توی قسمت‌های قبلی اگه یادتون باشه ما یک لایوت کلی ایجاد کردیم، اینجا از اون استفاده می‌کنیم که بود layout.layout. خب حالا میایم پایین‌تر توی قسمت کانتنتش اگه یادتون باشه که می‌زدیم سیکشن بخش کانتنت. خب توی لایوت کلیمون اونجا قسمت کانتنت رو ما با استفاده از ییلد یه دستوری بود به نام اینجام بنویسیم بهتره، با استفاده از دستور ییلد اومدیم اونجا نوشیم ساب کانتنت، که حالا اینجا ما با استفاده از دستور سیکشن دقیقا اشاره میکنیم به جایی که قبلا مشخص کردیم. خب حالا باید اینجا فرممون رو بذاریم که در واقع توی بادیه قالب کلی ما قرار خواهد گرفت. خب میزنیم فور
متدش هم به صورت پست هست و اکشنش هم اشاره خواهد داشت به صفحه آپلود. خب اینجا هم برای لاراول ما می اومدیم از CSRF فیلد استفاده می کردیم، CS همین که اینجا هست. خب حالا دایو رو ما اینجا میذاریم که میخواییم اون فیلده رو در واقع مشخص کنیم. خب دایو کلاس، چون که به حساب ما بوت استرپ داریم، اینجا میتونیم از فرم کنترل استفاده کنیم. اینا کلاسای بوت استرپ هستش که بوت استرپ یک مقوله جدا هستش و آموزشش توی سایت خودمون هست، میتونید برید بردارید و بوت استرپ رو هم یاد بگیرید. خب حالا باید بیایم یک نام هم بذاریم برای فیلدمون، لیبل فور، چون قرار اسم فیلدمون مثلا فیلد عکسه، پس میزنیم پیک و این رو میبندیم. اینجا میزنیم پیکچر. خب حالا باید یک اینپوت تعریف کنیم. خب اینپوت ما هم باید نوعش باشه یک، چون قراره که ما یک فایل رو بگیریم، پس اینجا نوعش رو میزنیم فایل، که اگه میخواستیم قبلا که نام بگیریم میزدیم مثلا نوعش رو تکست میزدیم، یا میزدیم ایمیل، یا تلفن میخواستیم بگیریم میزدیم تل، ولی الان قراره ما یک فایل رو بگیریم، پس میزنیم اینپوت تایپ فایل. خب حالا که این رو زدیم، اینجا یک کلاس میتونیم بزنیم که به حساب جمع و جورتر باشه، کلاس فرم کنترل. و بعد هم گفتیم حتما ما باید اینجا یک نام به هر اینپوتمون بدیم که از اون ور بتونیم به واسطه لاراول اونا رو دریافت کنیم. خب نیمش رو میذاریم پیک مثلا، آیدی هم جهت اطمینان بیشتر میتونیم بذاریم که احیاناً به مشکلی بر نخوریم. خب این از این دایومون رو پس میتونیم الان ببندیم. خب حالا هم طبیعتا ما به یک دکمه نیاز داریم برای اینکه این فرم ما ثبت بشه. خب تایپ این رو هم میذاریم سابمیت و کلاس هم میتونیم براش انتخاب کنیم، کلاس btn. بعد مثلا میخوام دکمه‌مون سبز باشه، بیتن ساکسس. اینا کلاسای بوتستراپی هستن. خب حالا میتونیم اینو ببندیم، اینجا نوشتهشو بذاریم، متن در واقع دکمه رو بذاریم آپلود. خب حالا فرممون رو میبندیم و البته فرم اول بستیم، میام پایین‌تر و اینجا در واقع این اکستندمون رو و اون سکشنمون رو استاب کنیم. خب فرم ما به این شکل ساخته شد. حالا که فرم ساخته شده، ما باید اونو نمایش بدیم. من ذخیره کنم. برای نمایش فرم، خب اسم این صفحمون یا اسم این ویومون هست آپلود. حالا برای نمایش این ما باید بیم همین اینجا که آدرساشو ساختیم، گفتیم توی این آدرس باید قابل دسترسی باشه. خب برای دسترسی به این، حالا برای این که قرار اجرا بشه، میریم داخل کنترلر بسیار پیج کنترلر و اونجا هم متدهای آپلود رو ما میسازیم، آپلود و آپلود پست. خب حالا بیایم آپلود رو اینجا بسازیم. خب برگردون کدوم ویو رو، همین ویویی که الان ساختیم، ویو آپلود. این برای این نمایشش بود و حالا بعدی هم بساب برای اون ثبت داده ها خواهد بود. این چون فرم بساب یه چیزیه که قراره داده هایی رو دریافت کنه، پس ما از ریکوست باید اینجا استفاده کنیم. خب داخل این چه قراره که ما بنویسیم رو الان قراره با هم کار کنیم، ولی قبلش بریم ببینیم که آیا اصلا فرم ما اجرا میشه یا نه. خب
خب میزنیم PHP artisan serve تا سرور بالا بیاد و میریم روی مسیری که ایجاد کردیم، یعنی توی آدرس آپلود که میاد این ویو رو برای ما برمیگردونه. خب میریم توی لاراول که آدرسش لوکال هست 2.8000 هست اسلش، اینجا میزنیم آپلود. خب بله فرم ما ایجاد شد، یه پیکچر همون لیبل ما در واقع، و اینم بروزه که قراره فایل رو بگیره و اینجا هم آپلود بشه. حالا این خورده جالب نیست، ما میتونیم دکمه رو یه خورده به ساب ببینیم پایین تر میتونیم بیاریم. خب اگه ما اینجا دو تا بی آر بزنیم، خب آپلود ما اومد پایین تر. اینجا بروز رو که ما میزنیم بسا میتونیم عکسمون رو بهش بدیم. ما الان هدف اینه که فقط یاد بگیریم چجوری یک فایل رو بدیم، حالا اون فایل میخواد عکس باشه، میخواد ویدیو باشه، میخواد پی دی اف باشه، یا هر فایل متنی و تصویری، یا در واقع هر فایل رسانه‌ای، هر فایل چند رسانه‌ای که قرار باشه رو بیاد اینجا کاربر بده و آپلود کنه. هدف الان فقط آپلود یک فایل هست، حالا از هر نوعی، اما به حساب لاراول این امکان رو داره که شما بیاین خیلی تنظیمات خاصی رو روش اعمال کنید. مثلا فقط عکس هایی با پسوند JPEG یا PNG یا GIF فقط این عکس آپلود بشن، یا مثلا حجم عکس از 1 مگابایت بیشتر نشه، یا هم مثلا فقط کاربران عضو بتونن آپلود کنن و فقط خود همونا بتونن تصاویرشون رو ببینن. خلاص این تنظیمات زیاده و هدف ما هم پیچیده کردن این بحث نیست، در حدی که شما الان بخواید لاراول رو یاد بگیرید و مثلا پروژه دانشجویی رو خودتون رو بنویسید، الان زمینه براتون آماده میشه که آپلود رو یاد بگیرید. اون که شما بخواید پیشرفته تر کنید بسته به اون سبکی هستش که شما قراره توی پروژه اصلیتون کار کنید، که اون وقت میتونید با یه سرچ خیلی ساده توی گوگل و یا هم توی نظرات سایت ما بپرسید میتونید اونا رو یاد بگیرید. و هدف ما اینه که ویدیو رو خیلی به حساب زیبا و کوتاه خدمتون ارائه کنیم که بتونید سریعا تمام اون چیزایی که لازمه رو یاد بگیرید. حالا بحث این که بخواید پیشرفته تر کار کنید رو بعدها میتونید با یک جستجوی ساده پیدا کنید. خب پس فرم ما درست شد، حالا باید بریم، این در واقع یک فرانت اند هستش، باید بریم کدای بکندش رو بنویسیم یا برنامه نویسیش انجام بدیم که این قسمت طراحی ما کار کنه. الان ما آپلود رو بزنیم این در واقع کار نخواهد کرد. خب برمیگردیم به PHP Store. خب الان گفتیم که به حساب متد پست ارسال بشه به همین آدرس. خب حال میریم کدهاشو بنویسیم. خب از اینجا شروع میکنیم. خب اول از همه یک متغیر مثلا همین پیک تعریف میکنیم. حالا میگیم که تو بیا ریکوست کن، یعنی بگیر در واقع درخواست کن یک فایل رو از فرمی که به سمت تو ارسال میشه. حالا اون فایل اسمش، اینجا باید اسمون فیلد رو بنویسیم که اینجا نوشتیم این فیلد پیک، همین رو دقیقا ما اینجا باید بنویسیم. خب حالا تا اینجا نوشتیم، حالا میگیم که خب تا اینجا در واقع اومده فایل رو به حساب گرفته، حالا ما میخواییم اینجا بیم در واقع نامش رو بهش بدیم، پس باید بنویسیم get نام اون فایل رو هم میخواییم بگیریم، get client original name، این رو ادامهش اضافه میکنیم. خب حالا فرض کنید که مثلا توی مثلا سایت شبکه اجتماعی اینستاگرام، خب توی اینستاگرام در آن واحد شاید 1000 نفر بیان عکس آپلود کنن و مثلا عکساشون هم نام باشه، مثلا یک
اسم همشون یک باشه. خب اینا وقتی روی سرور میرن جایگزین میشن و در نتیجه اون آخرین عکسی که آپلود شده اون برای همه نمایش داده خواهد شد. بلکه مشکل پیش نیاد راه‌های مختلفی هستش. یکی اینکه خب برای هر کاربری پوش ایجاد کنیم که مثلا کاربر مثلا میهن لرن این توی اینستاگرام مثلا یکتا هستش و کس دیگه ای نمیتونه بیاد نام کاربری منو بگیره. خب حالا مثلا امروز من توی این ساعت عکس آپلود کردم، عکس نام یک، این میره توی پوشه میهن لرن نام حالا عکس یک، و یه کاربر دیگه مثلا به نام سعید اگه عکسی رو آپلود کرد میره تو پوشه سعید با نام یک، پس اینجا تداخلی به وجود نمیاد. اما اگه خودم دوتا عکس یک آپلود کنم خب توی یه پوشه هست، پس اینا با هم جایگزین میشه. برای اینکه این اتفاق پیش نیفته، یا مثلا کلن اگه ما بگیریم همه ی عکس هم بره یه جا ذخیره بشه، برای اینکه این اتفاق همنامی و ریپلیس شدن یا جایگزین شدن با هم پیش نیاد، ما باید مثلا یک کاری رو انجام بدیم که یه سری نام های رندوم یا تصادفی ایجاد بشه که هیچ وقت هم نام نشن با هم. خب برای این کار توی لاراول شما میتونید بین از این تکنیک استفاده کنید. یه متغیر من میذارم برای نام. حالا اینجا یادتون باشه توی قسمت های قبلی توی بانک ما یه جا نشونتون دادم که از تایم استمپ استفاده کردیم و یک عدد طولانی و عجیب غریبی رو توی بانک ذخیره کرد. خب اینجا ما میم از تایم استفاده میکنیم. تایم میاد و به حساب خودش در همون لحظه یه ساعت سیستم رو میگیره و اون رو اینجا الان ما میخوایم الحاق کنیم با نام عکس که این بالا گرفتیم. اینجا نام عکس رو ما گرفتیم داخل متغیر. حالا زمان فعلی سیستم رو میخوایم الحاق کنیم با نام اصلی عکس. خب که این رو جلوتر که کار کرد نشونتون میدم که این نام دقیقا چجوری میشه. الان این رو انجام بدین. این برای جلوگیری از جایگزین شدن تصاویر به دلیل هم نام بودن با همه. خب حالا قرار عکسامون رو خب یه جایی ذخیره کنیم که هیچ جایی ما گفتیم نمیتونیم عکس‌ها رو جای دیگه فراخوانی کنیم مگه اینکه داخل پوشه پابلیک ذخیره شده باشن. خب برای اینکه حالا عکس‌ها نمایش داده بشه توی لاراول باید حتما توی این پوشه ذخیره بشه. ما قبلاً این پوشه عکس داریم، بلکه شلوغ نشه داخل همین پوشه میگیم یک مسیر باشه یه پوشه دیگه ایجاد بشه به نام آپلود و عکس‌ها بره داخل اون. خب حالا میگیم پس اینجا میزنیم پس یه متغیر دیگه میخوایم تعریف کنیم که برای مسیر عکس‌ها بشه. خب گفتیم اینجا یه رشته ایمیج، این اشاره داره به داخل پوشه پابلیک ایمیج. خب بعد حالا میخوایم اینجا همه برن داخل پوشه باز آپلود ذخیره بشن، پس به این شکل ما مینویسیم اینو. خب حالا اینجا اینو میتونیم بنویسیم پیک یا هم میتونیم ننویسیم و ریکوست. میخوایم حالا چیکار کنیم؟ اون عکسی که الان کاربر حساب ذخیره میخواد آپلود کنه رو میخوایم منتقل کنیم به این عکس رو که نامش این هست رو میخوایم منتقل کنیم به این مسیر. پس ما اینجا میزنیم request حالا pick خب این رو move کن. اینجا متدهای مختلفی هست مثل متد store یا store as که move بهترین متده که کارشو انجام میده، شما میتونید از این استفاده کنید. خب این خورده نحوه نگارشش با لاراول مثلا 52 فرق کرده و اگه کدهای لاراول 52 رو شما از تو اینترنت سرچ کنید و بخواید اینا رو بذارید شاید به ارور برخورید، ولی مخصوص دیگه لاراول 54. خب
پس اگه یه زمان شما احیانا داشتید این فیلم آموزشی رو با لاراول 52 کار میکردید، شاید اونجا مثلا کار نکنه. خب حالا اینجا ما گفتیم موف کن به کجا؟ به مسیری که مشخص کردیم. حالا چی رو موف کن؟ این به حساب نامش، این عکس رو با من داله رو پیدا کنم. نه با این. خب حالا که موف کرد، ما میتونیم یه پیام هم نشون بدیم، مثلا آپلود شد، آپلودد مثلا. خب حالا اینو ذخیره میکنم. خب حالا بریم ببینیم آیا وقتی که ما توی فرم اومدیم عکس رو گذاشتیم، آیا اون منتقل خواهد شد؟ اینجا یه پوشه دیگه باید ایجاد بشه و عکس رو بیاره اینجا، ببینیم آیا کار خواهد کرد یا نه. خب سرور ران هست، میایم اینو یک رفرش میکنیم و اینجا من یک عکس رو میزنم، مثلا این عکس، و آپلود. خب این ارور رو داد، ارور آن نال. خب یک دلیلی که این ارور به وجود میاد که من یه لحظه یادم اومد ولی گفتم که این کار انجام ندم، که بعدا اگه به ارور خوردیم عملی حضورتون بگم که بهتر یادتون بمونه، اینه که وقتی که ما میخواییم فرم هایی رو ایجاد کنیم که بجز متن قرار فایل های دیگه رو بفرستن، باید حتما بیم برای اون فرممون چی رو تعریف کنیم، این ساب انک تایپ رو که اینجا هست. حالا ملتی پارت فرم دیتا، یه فرمیه که قراره داده ها رو بفرسته. خب الان طبیعتا این کار نباید کرده باشه. بله خب پس این اتریبیوت رو ما به فرممون اضافه کردیم که ارور ما رفع بشه. خب مجدد برمیگردیم بروز، این عکس بایی بایی که اینجا هست. خب آپلود، خب دیدید که نوش آپلودد، یعنی آپلود شد، فایلتون آپلود شد. خب حالا میایم داخل PHP استور، این پوشه رو من باز کنم به دلیل اینکه ما اینجا گفتیم که داخل این پوشه، یعنی ایمیجی که اینجا هست، میبینید داخل این طوری پوشه آپلود ایجاد کن و بعد داخل اون فایلمون رو بریز با نامی که با این ساختار براش درست کردی. خب حالا پس به محض اینکه من باز کنم اینو، باید پوشه آپلود ایجاد شده باشه. بله آپلود ایجاد شده و نام عکس. خب اسم عکس ما بود به حساب بای بای پی ان جی، اما میبینید که این تایمه کار خودش رو کرده، میبینید این عدد رو برای ما ساخته و بعد نام اصلی عکس رو گذاشته. الان اگه من مجدد همون عکس رو برم آپلود کنم، این دوتا با هم جایگزین نمیشن، چون در هر ثانیه این عدد فرق میکنه. حالا برای تست، اولا که این دقیقا خود همون عکسه که میبینید آپلود کردیم، و برای تست من مجدد میرم همون عکس رو آپلود میکنم. خب دقیقا همین عکس رو من مجدد آپلود کردم. خب این آپلود شد، حالا میبینید اینجا آمد، ولی جایگزین اون نشد، چون این عدده در هر ثانیه داره تغییرات خودش رو به حساب میگیره و میبینید که جایگزین هم نمیشه. خب پس آپلود یعنی این که ما چجوری یک فایل رو به سرور منتقل کنیم، اینجا شما یاد گرفتید. خب حالا شما شاید سوالی تو ذهنتون پیش بیاد که ما نحوه انتقال فایل رو یاد گرفتیم، ولی چجوری حالا اینو بیم ذخیره کنیم توی بانک اطلاعاتی خودمون؟ بلکه شما اینو بیم چجوری توی بانک اطلاعاتیتون ذخیره کنید، که مثلا من یه کاربرم به نام سعید با آیدی 1 اولین عضو سایتم دارم الان عضو میشم، و شما میخواین که توی پروفایلم اون عکسی که من برای خودم آپلود کردم رو بعدا نشون بدید. خب برای این کار کافیه که شما همین نام رو که اینجا ذخیره شده، همزمان با اینکه داره منتقل میشه به اینجا، بین همزمان توی مثلا یه فیلد به نام ایمیج، بین توی بانک اطلاعاتی
هم این نام رو ذخیره کنید و بر اساس اون چیزهایی که بهتون یاد دادیم چجوری سلکت یا شو کنید، بگید که این ایمیج به حساب این آیدی یک رو نمایش بده. خب حالا یه بخشیش رو من نشونتون میدم که باید چی کار کنید. باید بیدید داخل بانکتون. خب بانک ما که قبلا ساختیم و اینا رو با هم کار کردیم، ولی اگه در شروع کار بودین، مثلا توی یوزرتون میخواین عکس پروفایل داشته باشه، میتونید بیان یک فیلدی رو اضافه کنید به نام مثلا ایمیج. خب میام مثلا خب توی استراکچر اینجا میایم و حالا من میخوام یک فیلدی رو اضافه کنم بعد پسورد مثلا. خب یک ستونی رو در واقع میخوام اضافه کنم، اسمش رو هم میخوام بذارم ایمیج ورچر باشه که صرفه جویی هم بشه در حافظمون. لنسش هم 100 اینو نمیخواد، این هم میتونیم بزنیم UTF-8 UTF-8 پرشین. خب UTF-8 پرشین و نال هم میتونه باشه، بقیه رو نیاز نیست که دست من. خب این رو الان من ایجاد میکنم، ایجاد شده الان. خب با اینکه اطلاعاتی میهله جدول یوزرز ایمیج اضافه شد. حالا اینا رو قبلا بهتون یاد دادم دیگه، اینا رو خودمون کار کردیم، این ذخیره سازی های اینا رو. همزمان با این ذخیره سازی که شما انجام دادید، باید نام عکس رو هم اینجا ذخیره کنید. حالا کدهاش احتمالاً یادتون هست، ولی برای یادآوری میتونید مجدد هم اینجا بنویسیم. اگه یادتون باشه وقتی فیلد جدیدی اضافه می‌کردیم، باید می‌رفتیم داخل اپ و داخل مدل اون، یعنی مدل جدول یوزر. خب اینجا ما ایمیج رو اضافه کردیم، پس باید اون رو به اینجا بیایم خودمون اضافه کنیم در واقع. خب و بعد برگردیم به اینجا. حالا میتونیم اینجا بزنیم یک مثلا متغیر جدید تعریف کنیم به نام ول و بعد بزنیم نیو، نام مدلمون یوزر، و بعد بیایم چیکار کنیم، بگیم کل داده های مثلا اینو تو داشته باش، مثلا request all. خب حالا برای مثلا ول الان مثلا شما همزمان دارین نامش رو میگیرید، نام کاربر رو میگیرید از فرم، چه میدونم فامیلش رو میگیرید و این ایمیجی که یا همین پیکی که ما تعریف کردیم رو میگیرید و این رو میخواین ذخیره کنید. حالا این پیک اسم اون فیلدیه که ببخشید ایمیج رو ما توی بانک اطلاعاتی ایجاد کردیم و اینو میخواییم بگیریم روی فرممون به نام پیک هستش. حالا این نباید باشه، این باید به این شکل باشه. خب این چیزیه که ما از اینجا میگیریم که اینا رو قبلا بهتون گفتم اینجا، و این چیزیه که داخل بانک هستش که باید حتما داخل اینجا هم حساب ایمیج اینجا هم باید حتما تعریف بشه. خب پس این دیگه دقیقا مشخصه. خب بعد از همه اینا دیگه طبق روال اینا قبلا دیگه کار کردیم، الان لازم هم نیست که من بگم، ولی اون متغیرمون رو میزدیم سیف، این سیف میشد و بعد این یعنی این پیک در واقع یا اصلا اینجا میتونید حتی ناممون رو ما نمیخوایم، میتونیم بزنیم دقیقا کارمون رو، چون که ناممون داره ترکیب میشه، این نیم رو داخل ایمیج ما متغیر نیم رو میریزیم داخل اون چیزی که توی بانک هست و بعد ذخیره میکنیم. خب حالا که این ذخیره شد، دقیقا ما این رو داریم درسته، و بعدا مثلا توی حالا اینجا که ما HTML نداریم، ای کاش توی قسمت جلوتر این کار انجام میدادیم، و بعد اینجا که شما دارین مثلا فراخوانی میکنید، مثلا میگید که مسیرمون که ثابته دیگه، مسیر عکس ها توی لاراول یه جایی ثابته، همه توی پوشه ایمیج بود دیگه. ایمیج حالا ما اینا باز توی آپ لودن و بعد اینجا اون متغیر رو میتونید اون داده ها رو از بانک
یاد گرفتید چجوری ارسال کنید به فرم. توی قسمت قبلی یاد گرفتید، خب ارسال میکنید به فرم، بر اساس کاربر ما رو فیلتر میکردیم و میفرستادیم به فرم. و بعد اینجا مثلا اون ایمیج رو نامش رو فراخوانی میکنید تا برای هر کاربر، برای هر آیدی عکس مخصوص به خودش اینجا فراخوانی میشه. حالا اینو شما خودتون کار کنید توی پروژهتون قشنگ میدونید که چجوری باید انجام بشه، اما به هر حال اگه مشکلی داشتید ما سعی میکنم دقیقا بخش فراخوانیش رو هم توی حساب قسمت‌های آتی براتون نمایش بدم. خب پس این شده از بحث آپلود. البته این رو به ساختاری که قبلا می نوشیم تصحیح کنید، چون اینجوری احتمال زیاد ارور خواهد داد. خب حالا این از بحث آپلود. میریم سراغ بحث دیگه که خدمتون عرض میکنم که بحث پیجینیشن هست. بحث خیلی جذابیه در چون که خیلی ساده است ولی خیلی کاربردی. شما الان اگه توی سایت میهن لرن اگه بیاین یا توی هر سایتی برین حتما این صفحه بندی رو داره، چون مثلا 300 تا مطلب رو نمیشه توی یک صفحه نشون داد، این کاملا غیر استاندارده. توی هر صفحه بسته به اون چیزی که بهینه هست برای سایتتون و اون چیزی که خودتون تصمیم میگیرید، مثلا توی سایت ما توی هر صفحه مثلا 6 تا مطلب یا 8 تا مطلب مثلا نمایش داده میشه. خب برای اینکه این پیجینیشن یا این صفحه بندی این پایین سایت انجام بشه، توی لاراول کار ما خیلی راحت شده، یعنی خیلی راحت. الان با هم کار کنید کار کنیم میبینید که اصلا این قابلیت واقعا مجیک، جادوی این قابلیت. خب حالا با هم میریم سراغ این که پیجینیشن رو چجوری کار کنیم که توضیحات مختصری رو توی سایت خود لاراول نوشته و برای دسترسی به حالا بحث سفارش سازی بیشتر میتونید بین از اینجا استفاده کنید، ولی ما اصل کار رو الان خدمتون ارائه میدیم. خب برای شروع مثل همیشه برمیگردیم میریم داخل web.php و میخواییم که یک به حساب روت یا یک آدرس رو تعریف کنیم. خب اسم آدرس رو میذاریم پیج، متدش هم متد پیج. حالا میایم داخل این اینجا و سبون پیج رو تعریف میکنیم. خب حالا قراره که ما بیایم مثلا سایت که یه سری مطالبی رو داره و صفحه بندی شده، ما یک صفحه رو قراره ایجاد کنیم که توش داده هایی رو از بانک بخونیم. یعنی در واقع مجدد ما داریم عمل سلکت رو الان انجام میدیم و شما مجدد بهتون مرور میشه فراخوانی از بانک به چه شکله. خب ما الان مثلا جدول یوزرز که تقریبا به حساب داده بیشتری رو داره، اینا رو میخوایم توی یک جدول نشون بدیم. خب حالا پس میایم اول از همه اون ویور رو باید بسازیم که اینجا بگیم که تو بیا اونو نشون بده. خب پس ویوی که ما میسازیم اسمش رو یه ویو میسازیم به نام مثلا page.blade.php. خب این رو ما میسازیم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم با هم این پیج رو درست میکنیم. خب همینه که قبلا ساختیم یه کپی میگیریم اینجا پاکش میکنیم و این فرم رو حذف میکنیم. به جاش ما میخواییم از چی استفاده کنیم؟ از تیبل، از جدول. خب پس میم یک تیبل میذاریم، حالا کلاسش رو هم میذاریم کلاس تیبل و بعد جلوتر که میریم میتونیم بذاریم تیبل مثلا حالا نمیدونم این کارها تیبل هاور اگه درست نوشته باشم این کلاس رو بنویسیم. خب برحال اینا زیاد مهم نیست، مهم اینه که اون دستور لاراول ما کار کنه. خب این یک جدول ساده رو برای ما ایجاد کرد. حالا ما فرضاً این تی آر رو میذاریم برای ایجاد شدن رو و مثلا دوتا هم ستون داشته باشه، ستون مثلا آیدی و ستون نام. خب
جدول ما و ویو ما در ساده ترین شکل خودش ایجاد شد. حالا میتونیم اون رو حتی اینجا ریترن هم بکنیم. خب اونو برمیگردونیم با داده هایی که ما میخوایم از جدول یوزرسمون داشته باشیم. پس باید بیم اینجا چیکار کنیم؟ باید بیم اینجا بزنیم اول از همه یک متغیر تعریف کنیم و بعد چیکار کنیم؟ بعد بزنیم سبون تیبلمون اسمش تیبل اسم مدلمون اینجا بود دیگه، یوزر. خب مدل یوزر، حالا چیکار کن؟ همش رو بیا تو داده هاشو بخون. خب داده هاشو الان ما داریم میخونیم. حالا این داده ها رو باید طبیعتا همینجا که نمیتونیم نگه داریم، باید بفرستیمش به اون صفحه به حساب این ویوی که الان ساختیم، ویو page.blade. خب return، حالا میخواییم بفرستیمش به اون صفحه، باید ببینیم چیکار کنیم. return یه ویو من اینجا بنویسم، return view به کدوم ویو؟ به ویو page. تو به چیکار کن؟ کامپکت کن یا بفرست در واقع چیو؟ مقادیر داخل این حساب متغیر. خب الان دیگه اینا ارسال شد به این صفحه. حالا توی این صفحه ما باید چیکار کنیم که اون رو لود کنیم؟ خب گفتیم که با استفاده از for each ما میاییم اون به حساب ولی که فرستادیم رو میخونیم و میریزیم داخل یک متغیر دیگه، مثلا v. و این پایین بعد از این هر سطر میه مجدد این حلقه رو تکرار میکنیم و در نتیجه end for eachمون رو اینجا می‌نویسیم. حالا برای اینکه داده های مختلف لود بشن ما میهیم دوتا آکولاد رو باز میکنیم و اینجا میزنیم v که الان همه داده ها داخل اون هستن. حالا تو به چی رو بخون از این جدول؟ آیدیش رو و نیمش رو. حالا ایمیل رو هم میتونیم بذاریم، آیدی نیم ایمیل مثلا. خب تو بیا آیدی رو بخون و خدمتت عرض کنم که این آیدی رو بخون، نیم رو بخون و اونایی که ایمیل دارن. خب این مقادیر رو ما الان باید ببینیم توی جدول، توی آدرسی که ساختیم. خب از آدرس این میریم سراغ آدرسی که ساختیم، آدرس پیج، ببینیم آیا داده هایی که توی این جدول هست، سعید، باران، این اسامی، آیا لود خواهد شد به صورت کامل در یک جدول یا نه؟ به احتمال زیاد بله. اینجا به حساب آیدی، این نیمه و این هم ایمیل اونایی که ایمیل دارن. اونایی که ایمیل ندارن هم دیگه خالی داره نشون میده، نال هستش. خب الان پس داده ها رو من نشون داد. حال فرض کنید اینجا 5 تا داده است، مثلا این اگه 100 تا داده بود، خب این همه رو توی همین صفحه بارگذاری میکرد و این اصلا خوب نبود. ما میخوایم بگیم که مثلا هر ستایی رو تو بیا یا هر دوتا رو بیا تو توی یه صفحه قرار بده. خب اینجا باید بریم سراغ لاراول و ازش کمک بگیریم. برای که از لاراول ما کمک بگیریم، یه قابلیت خیلی زیبایی رو داره، خیلی کاربردیه که بهتون گفتم، پیجینیشن که الان خدمتون عنوان کردم. برای این کار باید بیایم اینجا، ما به جای اینکه بگیم همه رو بگیر، میگیم همه رو بگیر ولی به چه شکل؟ به این شکل که میزنیم پیجینیت. پیجینیت حالا چند تا توی هر صفحه مثلا 3 تا رو تو بیا نشون بده. خب حالا این ذخیره میکنم. الان اگه بریم اینجا کار نمیکنه، چون که ما باید یه تغییری رو توی این صفحه هم بدیم. اون ستا رو نشون میده بر اساس چیزی که ما خواستیم، ولی اون پیج به حساب اون پیجینیشن پایینش، اون صفحه بندی پایینش رو نشون نمیده، که طبیعتا ما باید داخل این فایل به حساب دیزاینمون هم یه سری تغییراتی رو اعمال کنیم. خب برای این کار ما باید بیایم داخل ویو خودمون و اینجا مثلا بعد از تیبل یا هر جایی که خودتون بهتر صلاح میدونید، اینجا بزنیم مثلا وی رندر. خب اینو نمیخواد. حالا برمیگردیم و اینجا رو رفرش میکنیم.
خب این یک ارور داد، من ببینم. اول از همه اینجا اومدم درست نوشتم اون به سب چیزی که میخواستم. خب ان فور ایچ اینجا گذاشتم، استاپ هم اینجا گذاشتم. اینجا ما از رندر استفاده کردیم، از وی که اینجا، ببخشید اینجا من وی رو نباید بزنم چون وی فقط داخل این حلقه خونده میشه و خارج اون خونده نمیشه، باید ولو بزنم. ول توی همه جا دسترسی رو داره. خب اینو ذخیره میکنم و میام مجدد اینو فراخوانی میکنم. خب دیدین که صفحه، این صفحه بندی اینجا ایجاد شد و این واقعا یه چیز خیلی عجیبی، خیلی سریع لاراول اومد این کار رو انجام داد. میبینید دقیقا الان اگه من بزنم توی هر صفحه دوتا نشون بده، اینا سه تا صفحه خواهد شد. برای تست این کار رو هم انجام میدیم، توی هر صفحه میگیم که دوتا. خب حالا یه رفرش، اصلا فوق‌العاده است لاراول، خیلی با سرعت بالا هر چیزی که ما میخواییم سریع اونو میاد انجام میده. یونید آدرسش هم ساختار جدید رو به خودش میگیره و این واقعا یکی از جادوهای لاراول که خیلی سریع با دو دستور ساده میبینید که چی کار میکنه. حالا شما اگه میخواست اینو دستی خودتون طراحی کنید باید کلی وقت میذاشتید. خب این از بحث به حساب این پیجینیشنی که ما داشتیم که اینجا خدمتتون عرض کردم. پیجینیشن یه بحثیه که خیلی هم کاربردیه، یعنی واقعا کاربردیه. و دیگه خدمتتون عرض کردم که توی این قسمت هم زمانمون دیگه داره زیاد میشه و فکر کنم از نیم ساعت خیلی بیشتر شده، 42-43 دقیقه شده. خب بحث آپلود رو خدمتون گفتیم و بحث پیجینیشن تقریبا میشه گفت ما اون اصلی ترین مباحثی رو که باید خدمتون میگفتیم رو گفتیم. شما جهت دانلود قسمت های قبلی اگه احیانا ندیدید یا ندارید میتونید به سایت ما به آدرسی که بالا نوشته شده مراجعه کنید و سوالاتتون رو، نظراتتون رو، هر چی که هست ما خوشحال میشیم اونا رو بدونیم. خب تا قسمت بعدی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. در سایت میهلرن منتظر حضور گرمتون هستم. خدا نگهدار.